سامانه سوم خرداد میتواند همزمان با 4 هدف درگیر و 8 موشک را به سمت آنها هدایت کند. 5 سال پیش از این سامانه دفاعی رونمایی شد. این پهباد غول‌پیکر گلوبال هاوک آمریکایی با نام اختصاری MQ-4C است. پهبادی که آمریکایی‌ها مدعی بودند باغ پیشرفته است و کمتر سامانه پدافندی در دنیا می‌تواند آن را هدف قرار دهد. این پهباد جاسوسی دارای بیش از 36 ساعت مداومت پروازی است. قادر به پایش موقعیت جغرافیایی، رادارها، بی‌سیم‌ها، سامانه‌های پدافندی با مشخصات فرکانسی بوده و می‌تواند تجهیزات استفاده شده را واقعی بودن یا نبودن آن را آشکار کند. حالا کارشناسان نظامی آمریکا روزها و ساعتها در این فکرند که کدام سامانه موشکی توانسته این پهباد عظیم را از پای درآورد. برای یافتن پاسخ به این سوال راهی که از مراکز پدافند هوایی کشور شدیم، جایی که از لابلای کوها بی‌نظیرترین دستاورد متخصصان ایرانی با نام سامانه موشکی سوم خرداد رخ نمایان کرد. سروان محمد از افسران هوافضای سپاه از آن شبی روایت می کند که پهباد آمریکایی به آبهای سرزمینی ما تجاوز کرد. من داخل سامانه مستقر بودم. تا گفت که چندین بار بین پهباد متخاصم از سوی قرارگاه پدافند هوایی ارتش اخطار جدی داده شد. به این اخطارها این پهباد مذکور بی‌توجهی کرد. هیچ پاسخی نمیداد. IFF خاموش بود. مرکز فرماندهی کنترل ما دستور عملی شدن سامانه و لاک روی پهباد مذکور و انهدام رو به ما دستور دادن. حالا سامانه کاملا بومی سوم خرداد با اقتدار به دنیا معرفی شد. الله اکبر ماشاءالله. سامانی که قادر نه تنها پهباد بلکه انبای هواپیماهای جنگنده، بمب افکن و موشک‌های کروز را هدف قرار دهد. شلیک این موشک توسط قسمت اپراتوری سامانه که از رادارهای سرچ و ردگیر و مرکز فرماندهی کنترل این سامانه هستش انجام می‌شود. برد سامانه موشکی سوم خرداد 100 کیلومتر است و تا ارتفاع 27 کیلومتری امکان درگیری دارد. پهباد آمریکایی که در فاصله 22 کیلومتری حرکت می‌کرد برای این سامانه خیلی سهل و آسانه. با این سامانه با اهدافی در ارتفاع بیش از 27 کیلومتر نیز تست شده است. آزمایش کرد. بله. این سامانه دارای سیستم راداری منحصر به فرد و پیشرفتی است که قادر پایش موقعیت جغرافیایی رادارها، بی‌سیم‌ها، سامانه‌های پدافندی با مشخصات فرکانسی را شناسایی می‌کند. این سامانه قابلیت درگیری با 4 هدف همزمان توسط 8 موشک را دارا می‌باشد. برش سهمگین شلیک سامانه موشکی سوم خرداد که بارها برای آزمایش انجام شده بود نشان می‌دهد که متخصصان هوافضای سپاه چندین سال برای طراحی و ساخت آن وقت صرف کردند. ملت ایران مطمئن باشن کسایی که دارن دفاع میکنن از مرزهای هوایی کشور واقعا پای این دفاع هستن و کوچکترین تعرضی اجازه نمیدن که به این مرزها انجام بشه. ساخته این سامانه اونقدر مهم و ارزشمند بود که برای نخستین بار در اردیبهشت سال 93 در جریان بازدید فرمانده کل قوا از نمایشگاه نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد. الزامات مورد سامانه در یک خودرو جمع شده. رادار جستجو، رادار ردگیر. همین چندی پیش بود که یکی از مقامات آمریکایی مدعی شد که آزمایشات موشکی ایران فتوشاپ هست و واقعی نیست.
حالا با دیدن این تصاویر لاشه منهدم شده پهپاد 220 میلیون دلاری آمریکایی در این فکر است که این فتوشاپ است یا واقعیت. سامانه موشکی سوم خرداد یکی از واقعیت‌های عینی و انکارناپذیر قدرت دفاعی کشور است.